چند روز بیشتر به اربعین حسینی نمانده اما همچنان ده هزار زائر ایرانی که قصد سفر به عراق و شرکت در پیاده روی اربعین را دارند موفق به سفر نشدند و علت اصلی این موضوع بی نظمی در اعلام قیمت حمل و نقل است متاسفانه چندین ارگان و سازمان با این موضوع مرتبط هستند که هر یک از آنها خود را متولی اصلی این موضوع دانسته و در این میان تلاش می کنند از آب گلالود به نفع خود ماهی بگیرند گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می بینیم کمتر از یک هفته تا روز اربعین زمان باقی است تعداد دقیق زائران ایرانی که تا این لحظه برای شرکت در پیاده روی اربعین وارد خاک عراق شدن مشخص نیست اما آنچه که مشخص است این است که تا همین لحظه ده ها هزار عاشق اهل بیت اسمت و تعالی علیه السلام که شرایط اعلام شده از سوی دولت ایران برای سفر به عراق را دارند هم موفق به سفر به عراق نشدند. علت این موضوع بی نظمی و ناهماهنگی میان ارگان های مختلف ایرانی است که هر کدام به نحوی به موضوع سفر به عراق مرتبط هستند و خود را متولی اصلی موضوع می دانند. برای نمونه از طرفی نعمت الله ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه ایران اعلام کرده که همه شرکت های هواپیمایی موظف به عرضه بلیت دو طرفه پرواز های اربعین هستند اما در عین حال مقام های ایرانی طی چند روز اخیر اعلام کردند که بسترهای لازم برای بازگشت زمینی زائران فراهم شده است در همین حال چند روز پیش وزارت راه ایران اعلام کرد که قیمت بلیت رفت و برگشت هر زائر از تهران به شهر مقدس نجف 5 میلیون تومان و از شهر مقدس مشهد و شهرستانهای شرقی ایران 6 میلیون تومان بیشتر نباید باشد اما شاید بتوان گفت حتی یک آژانس مسافرتی در کل ایران نیست که بلیت را با این قیمت به فروش برساند وقتی هم زائر علت گرانتر بودن بلیت را پرسجو می کند آن را به گردن شرکت های هواپیمایی می اندازن. از سوی دیگر بررسی های انجام شده نشان می دهد جدیدترین شیوه آژانس های هواپیمایی برای فروش گرانتر بلیت ها این است که به زائر اعلام می کنند فروش بلیت متوقف است اما اگر بلیت های خاص میخواهید با قیمت بالاتر وجود دارد. این یعنی گرفتن ماهی از آب گلالود و قربانی شدن زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام